سه دهه پیش اولین خیز برای کاخ سفید. و شایسته است اینجا نامزدی خودم را برای رقابت‌های ریاست جمهوری آمریکا اعلام کنم. کارزاری که سه ماه و نیم مانده وقتی که جو بایدن بعد از این سخنرانی تلویزیونی اجداد من در معادن زغال سنگ پنسیلوانیا کار می‌کردند. بعد از 12 ساعت کار می‌مدن 4 ساعت هم فوتبال آمریکایی بازی می‌کردند. به سرقت ادبی از این سخنرانی رهبر حزب کارگر بریتانیا متهم شد. اجداد من بودن که میتونستن 8 ساعت زیر زمین کار کنن و بعد بیان خونه و فوتبال بازی کنن. خیز دوم سال 2008 که این بار هم به کرسی ریاست جمهوری نرسید. اما زیر سایه رقیب توانست برابر همکاران سابقش بر بالاترین صندلی کنگره تکیه بزند. جو بایدن که در خیز سوم نامزد 77 ساله حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکاست، راهش را به سیاست 4 دهه پیش با عضویت در شورای شهر نیوکاسل آغاز کرد. 30 ساله بود که جوانترین سناتور وقت آمریکا شد، اما آنچه زندگیش را تغییر داد نه این پیروزی، بلکه تصادفی بود که تنها چند هفته بعد از آن همسر جوان و دختر 1 ساله اش را از او گرفت و 2 پسر کوچکش را تا پای مرگ برد. سناتور جوان که می‌خواست سیاست را کنار بگذارد و حتی به خودکشی فکر می‌کرد، نهایتاً خود را در کار غرق کرد. کنار تخت کودکان بستریش سوگند سناتوری خورد و تقریباً هر روز نزدیک به 4 ساعت سوار قطار بود تا بتواند شب را در خانه پیش 2 پسر کوچکش باشد. سالها در سنا عضو تاثیرگذاری در سیاست خارجی آمریکا بود. در دوران معاونت ریاست جمهوری نیز هر وقت کار با کنگره گره می‌خورد، تجربه و سابقه او گره‌گشا بود. اما مواضع سیاسی او در 4 دهه گذشته فراز و نشیب کم نداشته. در کمیته قضایی سنا با جلوگیری از شهادت یک زن در پرونده کلارنس تامس، خشم حامیان حقوق زنان را برانگیخت. اما بعدها از حامیان مصوبه‌ای شد که خشونت علیه زنان در آمریکا را ممنوع کرد و دفتری را در وزارت دادگستری به مقابله با آن اختصاص داد. بارها از جمله در بوسنی، عراق و افغانستان از حامیان مداخله نظامی و ملت‌سازی در مناطق بحران زده بوده. موضع موافق او در آغاز جنگ در افغانستان و عراق، بعدها به حمایت از صلح با طالبان و تقسیم قومی مذهبی عراق و کاهش ردپای نظامی آمریکا در دو کشور تغییر کرد. او در این حال با حمله‌ای که به کشتن اسامه بن لادن منجر شد و با مداخله نظامی در لیبی مخالفت کرده بود. خوش صحبتی و توانش در برقراری ارتباط او را به سیاست مداری موفق و شخصیتی قابل احترام برای دوستان و دشمنان سیاسیش تبدیل کرد. اما سبک و سیاق او در نمایش صمیمیت این اواخر دردسرساز شد و جو بایدن را به عذرخواهی کشاند. سیاست با خون جو بایدن درآمیخته و سودای ریاست جمهوری در سرش ریشه دار است. اما این احتمالاً آخرین فرصت برای تحقق رویایی است که او نزدیک به نیم قرن پیش